علیکم و رحمت الله و برکات و خدمت همه خواهران برادران عزیز، امید هم تان جور صحت سلامت باشین. موضوعی که میخوایم سرش صحبت کنم در مورد عباد الرحمن یا پیروان شیطان است، که عباد الرحمن به چه کسایی گفته میشه و دارای چه صفت میباشه، پیروان شیطان که ها هستن. در دنیایی که ما و شما زندگی میکنیم بیشتر از دو راه وجود نداره، یا در راه رحمان باید رفت یا در راه شیطان. در راه رحمان کسایی که میرن بدون شک کامیاب هستن، هم در این دنیا هم در آخرت. و پیروان شیطان کسایی هستن که هم در دنیا ناکام هستن، بدبخت هستن، سیاروی هستن و همچنان در آخرت ناکام هستن و در جهنم هستن. بنابراین ما باید پیروان رحمان باشیم، عباد رحمان باشیم و از آن چی که الله سبحانه و تعالی بر ما و شما امر کرده ما باید پیروی کنیم، که هر کدام از این دارای صفات خاص خود است که ما به چند صفت از اینها اشاره میکنیم. عباد الرحمن که الله سبحانه و تعالی نیست در قرآن شریف در مورد آنها گفته است، بنده های الله سبحانه و تعالی کسانی هستند که میروند در روی زمین به نرمی و سنگینی و انگامی که مخاطبشان جاهلان باشه سلام دادن میگذرن، یعنی با جاهلان بس و گفتگو نمیکنن. اولین صفت عباد الرحمن چی است؟ که در روی زمین به بسیار نرمی و سنگینی را میرن، لیکن پیروان شیطان به بسیار غرور و تکبر در روی زمین را میرن، که گویا از این کرده کسی در روی زمین بالا نیست. عباد الرحمن نماز خود را به حضور قلب، به بسیار آهستگی، به شوق و ذوق ادا میکنند، لیکن پیروان شیطان اولا نماز نمی خوانن، اگر بخوانن بسستی و تنبلی و نشان دادن مردم تا که مردم آنها را خوب بگویه و پیش مردم نماز ادا کنن تا مردم بگویه نماز می خوانن. عباد الرحمن صدقه و خیرات خود مخفیانه صرف به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی می دهن. اگر کدام وقت آشکارم بده هدفش ریا و خودنمایی نیست، بلکه به خاطر تشویق دیگران، لیکن پیروان شیطان، بنده های شیطان پول خدا به خاطر نمایش، به خاطر ریا خودنمایی به مردم میدهند و هدفشان هم منت گذاشتن بالای مردم است که مردم مدیونشان باشه و بالای آنها منت گذاشته باشن، به اول حاس پول خدا به مردم میدهند. عباد الرحمن هر چیز را از الله سبحانه و تعالی می خواهند و تنها و تنها الله سبحانه و تعالی را مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر می دانند. صفات الله سبحانه و تعالی را با صفات مخلوق گرد نمی کنند، لیکن پیروان شیطان حاجت خود را از غیر الله می خواهند. صفاتی که صفات پروردگار است، این صفات چی میکنن؟ به مخلوق میدهن، از هر چیز کمک میدهن، از سنگ، از موره، از سمنک، از فالبین. فالبینی که خودش احتیاج محتاج است، در به در میگردد، کوچه به کوچه میگردد تا این پیرو شیطان، این کسی که پیرو شیطان است میره از او فالبین کمک میدهن و او هم به خاطر که یک پولی ازی بگیره و به این فالش هم میگه که این قسم این قسم و ای هم به مو عقیده میکنه و باور میکنه، یا از هر چیز میترسه، از غیر الله کمک میطلبه، از قبر کمک میطلبه، از امام کمک میطلبه، از فالبین جادوگر. لیکن عباد الرحمن هیچ وقت جز الله سبحانه و تعالی از کسی کمک نمیطلبه. حاجت روا و مشکل کشا کی نمیدونه؟ فقط و فقط الله سبحانه و تعالی را. عباد الرحمن امر به کارهای نیک میکنه، همه مردم راهنمایی میکنه در راه راست، در کار نیک، در کار خیر، لیکن پیروان شیطان امر به کارهای بد میکنه. عباد الرحمن میگه خواهری را میبینه، برادر را میبینه، مسلمان است، نماز نمیخونه، امر میکنه، میگه نماز فرض الله سبحانه و تعالی است، بیا نماز بخونیم، بیا خواهرام حجاب کنیم، فرض است.
بیا خواهرم دروغ نگوییم، بیا این کار بد انجام ندهیم. لیکن پیروان شیطان همیشه مردم چی میکنه؟ به کارهای بد تشویق میکنه. مثلا حجاب میگه، حجاب چی میکنی؟ دلت پاک است بیا حجاب نکن. نماز، نماز، نماز بیا با میخوانی. بیا موسیقی بشنویم، بیا فلانه هنرمنده بشنویم، بیا بریم اینی فلم سعی کنیم، بیا بریم فلانه جای خوب سات ماتیر میشه، محفل رقص است. چی میکنن؟ مردم به کارهای بد تشویق میکنن، در کار نیک دعوت تشویق نمیکنن. لیکن عباد الرحمن همیشه مردم در کارهای نیک دعوت میکنن. اما متاسفانه فعلا در این زمانه که ما میبینیم انسان ها با کسای دوست میشن، البته همه انسان ها نه، ما الحمدلله خواهرای برادرای داریم که با کسای دوست میشن که هدفشان فقط به خاطر الله سبحانه و تعالی میباشه. دوستای را انتخاب میکنن که هدفشان به خاطر الله میباشه که ما از این دوست چیزی بیاموزیم، یا امرای از این دوست میشیم فقط به خاطر الله سبحانه و تعالی. لیکن بعضی از خواهر و برادرای هستن که به خاطر الله سبحانه و تعالی یک نفر انتخاب نمیکنن، به خاطر انتخاب میکنن کدام هدف مادیات شخصی که از اون نفر داشته باشن. اگر یک کسی به خاطر الله سبحانه و تعالی او را دعوت میکنه به کارهای نیک، میگه خواهر عزیزم این کار را انجام میدی، این کار اشتباه است، کار درست نیست، لیکن او بجای از این که بپذیره و بگه امی خواهر ما مرا امر به خوبی ها کرد، بجای از این چی میکنن؟ او خواهر خدا بلاک میکنن نمبرشه. و چند وقت پیش یک خواهری را به خاطر از اینکه یک ویدئوی خود در یوتیوب انداخته بود، سر برهنه‌اش رو با مو وضعیتی که در ویدئو ظاهر شده بود، من نصیحت کردم تم خواهرم ما وظیفه خواهری و انسانی و مسلمانی خدا برات انجام میده، همین کار را کردی اشتباه. خواهرم به جای از اینکه خوش شود و بگوید انشالله کوشش میکنم این گناه جاریه را پاک کنم، به جای ذکر کنم برم بلاکت، چرا که فعلا یک زمانی شده که مردم دوست ندارن کسی آنها را دعوت کنه، کسی آنها را به خوبی ها تشویق کنه. اگر امی خواهر تشویق کنی بگو ما شارا چقدر خوب مقبول مالو میشی، چی یک مویای زیبا داری، چقدر ویدیویت عالی است، چقدر بیننده خواهد داشت، ای خواهر از پیشت خوش میشه. اما وقتی که یک نصیحت خواهرانه در راه راست یا خواهر دعوت میکنی، لیکن متاسفانه چی میشی؟ بلاک میشی. به این لحاظ ما باید عباد الرحمن باشیم، امر به خوبی ها کنیم نه امر به بدی ها. و کسی که امر به بدی ها میکنه به بدی ما و شماست، اما آخرت خود را تباه میکنه، اما آخرت ما را تباه میکنه. و بنابراین باید ما دوستای خوب انتخاب کنیم، دوستایی را انتخاب کنیم به خاطر الله سبحانه و تعالی. دنیا فانی است، دوست بد زیاد پیدا میشه، لیکن ما باید در کوشش ازی باشیم که دوستای خوب به خاطر انتخاب کنیم. خب به هر صورت عباد الرحمن تشویق به اعمال خوب سر وقت میکنه، لیکن پیروای شیطان امر به تأخیر میکنه و میگوید وقت زیاد داریم. یک نفر میخواد حج بره، عباد الرحمن تشویق به اعمال خوب سر وقت گفته میکنه. یک نفر جوان است میخواد حج بره، میخواد زکات خدا بده، میگه ولی بسیار کار نیک پسندیده میکنی، بسیار خوب است، برو حج خداوند حجت قبول کنه، یا زکات مال تو بده بسیار خوب گپ است. لیکن پیروای شیطان انسان از او را منع میکنه، میگه حج میری؟ هنوز جوان استی، حج چی میکنی؟ بری بگذار یک چند سال دگام یک ذره پیر شدی باز حج برو، آز زکات تا نده، هنوز تو کجا قدر مال داری؟ بان باز میتیش یک روز نماز بخوان. نه نماز، نماز آلی جوان استی، بیا با نماز میخوانی یک روز وقتش میای با نماز بخوان دیگه، آلی کل سات چیشی نماز میخوانم، نماز میخوانم. چی میکنه ایره؟ از اعمالی که سر وقتی باید انجام بده ای رزی اعمال منع میکنه، عج که میخوای بره در جوانی را منع میکنه، زکات میخوای از مال خود بده ای را منع میکنه، میگه نه زکات ننده، با میتی باز حج میری، وقت زیاد داری، جوان هستی، باز توبه میکنی، میای گناه را انجام دیدی باز توبه میکنی. همیشه از رای راست انسان برای بد منع میکنه، رهنمایی میکنه. و یکی است
پیره و شیطان است. عباد الرحمن کس احترام به شاعر الله می داشته باشد و شاعر الله احترام می کند، لیکن پیروهای شیطان کس در کارهای خوب همیشه تمسخر می کند، به شاعر الله احترام نمی گذارد، همیشه می خواهد هر چیزی که در دین است به او تمسخر کند، ریشخن بزند، فکویی جور کند، تهمت کند، خنده کند. و عباد الرحمن که است خواهان قانون اسلامی است، می خواهد در مملکتش، در فامیلش، در زندگیش قانون اسلام تطبیق کنه. می خواهد همیشه قانون اسلام باشه، قانون چیزی باشه که در او امر الله سبحانه و تعالی باشه. لیکن پیروهای شیطان کس خواهان قانون دموکراسی، خواهان قانون بین‌دینی است. قانون اسلام نمی خواهیم، میگن این قانون باید قانون دموکراسی باشه، قانون طاغوتی باشه، اسلام از سیاست جدا باشه. اینا خوش ندارن که قانون و نظام اسلام حکم فرما باشد، نه در زندگیشان و نه در مملکت و نه در مردم. بران یا پیره و شیطان هستن. عباد الرحمن کس سر به کس خم نمی کنه به خاطر پول، قدرت، جایداد، شهرت، فقط سرش با الله سبحانه و تعالی خم می کند. رکوع و سجدش فقط با الله سبحانه و تعالی می باشد. لیکن عباد الرحمن، عباد شیطان کس همیشه سرش پیش مردم خم است، پیش از این موزه پاکی که، پیش از این سرخمی که، پیش از این بخاطر شهرت بده، پیش از این بخاطر پول بده، ببین که جیب کی چهر به سر فزمو برو. پیش هر کس ناکس سرشان خم است، بخاطر دنیا، بخاطر پول، بخاطر شهرت. لیکن بنده های الله سبحانه و تعالی ایچ وقت سرخمی پیش کس نمی کنن. عباد الرحمن کس تصمیم قاطع و توکل به الله سبحانه و تعالی می داشته باشن. لیکن پیروهای شیطان که است همیشه در هر کارشان مذبذب، ناامید، سست می باشن، توکل به الله سبحانه و تعالی هرگز نمی داشته باشن. بنان عزیزای دل، خواهران برادران عزیزم، بیاین ما بنده های الله سبحانه و تعالی عباد الرحمن باشیم، کوشش کنیم در گام های شیطان نریم، پیرو و خالص الله سبحانه و تعالی باشیم. و هر دوست دشمنی را که انتخاب میکنیم به خاطر الله سبحانه و تعالی انتخاب کنیم. دوستایی که بد میباشن کوشش کنیم اونها را به نیکی ها سوق بدهیم. اگر میبینیم اونها تلاش دارن که ما را به بدی ها سوق بدهن، پس بنان از او دوست باید جدا شویم، چرا که این دنیا فانی است و کامیاب فقط عباد الرحمن است، نه پیروای شیطان. بنابراین ما باید عباد الرحمن باشیم. بیشتر وقت را نمیگیرم. جزاکم الله خیرا کثیرا احسن الجزا.